سلام، به برنامه تحول خوش آمدید. دو سال و چند ماه از حاکمیت دوباره امارات اسلامی میگذرد. روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با همسایه ها وارد کدام مرحله شده؟ آیا سیاست افغانستان در قبال همسایه ها تعریف شده است؟ و خواست های افغانستان از همسایه ها چیست؟ و در نهایت افغانستان برای همسایه ها دوست خواهد ماند یا دشمن؟ در این مورد با مهمانان آقای سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان که جا در استودیو با ما هستند، آقای مولوی سید حامد حسینی، آگاه سیاسی همچنان اینجا در استودیو با ما هستند، و آقای سید جواد سجادی، استاد پوهنتون از ایران روی خط اسکایپ با ماست. مهمانان را به بس خوش آمدید میگم. سجادی صاحب، اجازه بدید بس را با شما آغاز بکنیم. دو سال و چند ماه از حاکمیت دوباره امارات اسلامی در افغانستان میگذرد. ما میخوایم بدانیم که روابط سیاسی و اقتصادی امارات اسلامی با کشورهای همسایه افغانستان وارد کدام مرحله شده؟ من سلام دارم خدمت شما، مهمانان حاضر در برنامه و بینندگان محترم، و همینطور از عرض تسلیت دارم به مناسبت زمین لرزه هرات و احساسی و همشریکی میکنم با آسیب دیدگان این رویداد طبیعی. ببینین، اگر به صورت بنیادی بحث را ادامه بدهیم، اساساً سیاست دارای چهار عنصر اساسی است، یعنی سیاست به صورت کلی دارای چهار عنصر اساسی است که اساساً سیاست داخلی هم در اینجا تعریف می شود و سیاست خارجی هم تعریف می شود. اولین عنصر سیاست یا اولین مؤلفه سیاست عقلانیت هست. این سیاست باید مبتنی بر عقل و مبتنی بر منطق و مبتنی بر خرد جمعی باشد. دومین عنصر سیاست تخصص محوری و علم محوری باشد. برای اینکه ما داریم سیاست میبینیم، سیاست خودش علم هست، خودش ویژگی های خاص خود را دارد و در اونجا انواع و اقسام سیاست ورزی، حکومتداری، دولتداری و هنر مدیریت مردم و اتخاذ استراتژی تعریف شده. مسئله بعدی که بسیار مهم است منافع ملی است. یعنی اگر در سیاست منافع ملی وجود نداشته باشد، اساسا ما نمیتوانیم اون را سیاست میگوییم. وقتی این سه عنصر و این سه مؤلفه در کنار هم قرار میگیرد، این باید به مقبولیت مردم برسد. یعنی مردم هم باید از اتخاذ سیاستی که مبتنی بر علم است، مبتنی بر عقلانیت است و مبتنی بر منافع ملی است، باید حمایت بکند. به همین خاطر است که ما در جوامعی پیشرفته میبینیم که سیاستمداران کارکشته، احزابی بسیار پیشرفته سیاستها، برنامه ها و کارکردهای خودشان را در معرض داوری و انتخاب مردم قرار میگیرد و احیانا اگر در یک جای باریک میرسد، همه پرسی برگزار میشه. یعنی پیش از انتخابات همه پرسی برگزار میشه. نمونه آن را ما در برگزیت، در همه پرسی در انگلستان میبینیم که بر اساس یک همه پرسی مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا رأی داد، یا در یونان چند سال پیش به خاطر ورشکستگی مالی و به خاطر بحران پولی و بانکی در یک سال چندین انتخابات برگزار شد. بنابراین وقتی که در سیاست عقلانیت نباشد، تخصص و علم معنا نداشته باشد، منافع ملی جایی نداشته باشد و رضایت و مقبولیت مردم معنا نداشته باشد، ما چنین چیز را اساسا نمیتوانیم سیاست بگوییم. این را بهتر است به نامش را بگوییم که روش برای بقا و روش برای حفظ قدرت. الان میاییم با این قاعده و با این معیار به سراغ طالبان و حکمرانی طالبان. به صورت کلی باید بررسی بکنیم بدور از جانبداری و کاملا در یک بستر منصفانه و عقلانی که آیا در سیاست طالبان، آیا در حکومت طالبان، آیا در رویکرد طالبان عقلانیت وجود دارد؟ آیا در سیاست طالبان علم و تخصص معنا دارد؟
آیا در سیاست طالبان منافع ملی معنا دارد؟ آیا در سیاست طالبان و در شیوه زمامداری طالبان مردم حرف نخست را میزند یا در حاشیه است؟ وقتی ما میاییم بررسی میکنیم میبینیم که نه مردم هست، نه عقلانیت هست، نه تخصص هست و نه اساساً منافع ملی در سیاست طالبان لحاظ شده. پس وقتی چنین هست ما میتوانیم نتیجه بگیریم که چه در سیاست داخلی، چه در سیاست خارجی، سیاست حکومت طالبان اساساً مبتنی بر احساسات است، دچار یک آشفتگی است، فاقد یک راهبرد است، فاقد یک خط مشی سنجیده است. بله، ولی اخیراً ما شاهد باز شدن در سفارت افغانستان به اسپانیا بودیم. امارات اسلامی هم گفت که رابطشان با منطقه و فرامنطقه در حال گسترش است. خب من باز هم موضع همیشگی هم را تکرار میکنم که اگر بر فرض هم که تمام سفارتخانه‌ها در اختیار حکومت طالبان قرار بگیرد و بر فرض محال که جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، اما اگر سیاست طالبان مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر تخصص محوری، مبتنی بر منافع ملی و مبتنی بر رضایت و اقبال مردم نباشد، ما ره به جایی نمیبریم. ببینید ما در 50 سال گذشته اساساً تاوان نابالغی و ناپختگی سیاستمداران و حکومتگران را میپردازیم. بنابراین برای این که ما از این وضعیت نجات پیدا کنیم، باید اون محورها و اون مؤلفه‌های اساسی قواعد سیاست را باید در سیاست لحاظ بکنیم. تشکر آقای سجادی، سپاسگزار. پیگیر صاحب، صحبت های آقای سجادی را شما شنیدین. ما میخوایم سوالی که از آقای سجادی پرسان کرده میخوایم از شما هم داشته باشم و دیدگاه شما را هم داشته باشم. دو سال و چند ماه میگذره از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان. حداقل تعریف شود که سیاست خارجی افغانستان چقدر تانسته پیشرفت بکنه در دو سال چند ماه و وارد کدام مرحله شده. آقای سجادی میگه که سیاست امارت اسلامی سه مؤلفه که سیاست خارجی کشور شکل میده، و عقلانیت سیاسی است، علم است و منافع ملی است. در سیاست خارجی امارات اسلامی این سه مورد مد نظر گرفته نشده. سلام خدمت شما سخیزاده صاحب، حسینی صاحب گرامی، سجادی صاحب عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون شما. درود بر شما. ببینید ما نه تنها دو ساله، بلکه ما در هیچ رژیم، در هیچ دوران یک پالیسی مشخص درباره همسایه ها نداشتیم. یک روز دوز بدیم، سه روز دشمن. اگر با هند دوستی میکردیم، با پاکستان دشمنی. اگر با ایران دشمنی میکردیم، با عربستان دوستی. بنان نه تنها در طول دو سال، طول تاریخ ما یک پالیسی مشخص وزارت خارجه ما نداشت و هم روز هم نداره. چرا دی طول دو سال ببینین همی آلات را که در مرزهای افغانستان میشه، آلات را که در سیاستهای افغانستان میشه، ببینین یک روز چنین هستیم، یک روز چنان هستیم. چرا ما ترستیم که یک استراتژی مشخص ما نت در مورد همسایه ها نداریم؟ جهان منطقه را خود چی میکنیم؟ ما صحبت های آقای متقی را داشتیم. آقای پگیر، اونا گفتن که خواهان روابط نیک و حسنه با همسایه هاست. یک استراتژی نشه. خیلی کس نمیگه من که پاکستان دشمنی میخوام، که هندستان دوستی. پس استراتژی باید چی باشه؟ چگونه باید نوشته شود؟ شما چی فکر میکنین خب؟ که پاکستان در مورد ما استراتژی نداره، ایران در مورد ما استراتژی نداره؟ که داره. اونا چرا موفق هستن؟ به خاطر کل چیز سرمیزشان نوشتکدگی است، روی مو پالیسی پیش میرن. ما اگر یک روز انار ما رمان، پاکستان خوب مردم است. اگر بر یک ساعت بند کرد، شروع میکنیم در جانش. ببینیم اگر افغان ها آینده رو خوب سابقه رو گم که هرچی بود گذشت، همین امروز
آقای متقی. اول خود آقای متقی نمیتونه استراتژی جور کنه. گفتی چرا؟ میفهمین چرا؟ چرا؟ دلیلش مشخص، سرپرست است، وزیر نیست. ما وزیر خارجه چرا سرپرست بودن داره آقای پیگر؟ ببینین خب سرپرست یعنی میست که افغانستان که تباه کده یعنی سرپرست سرپرست بازی 5-6 سال کده و اشرف غنی با دیوان اشرف بده وزیر خارجه دیوان چی بود؟ سرپرست بود؟ سرپرست به این مانا که الا وزیر میایه تو خودت در چوکی شق نداری بشینی پالوی میز وزیر یک چوکی دیگر میمونن توجه میشینی حالا افغانستان اینه نیفهمنی هر کس میره دلش میکنن در چوکی میشانن میگه سرپرست وزیر استی با وجود که سرپرست حق نداره در چوکی وزیر میشینه یعنی اگر آقای متقی وزیر شون از سرپرستی برند طرف وزیر شدن او وقت میتونه نه نه ببینه ببینه هدف ما اینجا در کجاست هدف ما صرف سر آقای متقی نیست ببینید خب او کابینه ای که مطابق یک قانون نابده باشه یک شورای بر از او رای نداده باشه جهانی ها سر از او اعتماد نمی کنه کل مشکل مردم افغانستانی نمیست به خاطر که شاید آقای متقی در مثلا در پاکستان سر یک موضوع بسیار عمده خوب جور بین ولی شاید دعوا باشه که برطرفیش بیه این که تضمین کده میتونه شاید در تیاره باشه که بر طرفیش بره آقای هدف ما در چیز آقای پگیر اگر واضح صحبت بکنین چی میخواین بگین هدف ما در ایسا تا که ما یک حکومت قوی نظر به اراده مردم افغانستان نداشته باشیم به عوض متقی هر کس دیگر هم که ببرین اونجا بشانین اینمی پالیسی بگویم پس حکومت فعلی ضعیف است آقای پگیر خودش حال میگه ما ضعیف هستیم ما نمیگه کی گفتن ما ضعیف هستیم در مجموع امی حکومت است که نامش سرپرست شد ضعیف شد ببینید شما سرپرست بودن به معنای ضعیف بودن است آه ببینید ایواز شما هر روزی که میایین همراهی ما بس میکنین اگه یک روز شما نبیاین ایوازتان یکی دیگه به سرپرستی بکنن جای شما رو نمیگیره باور داشته باشین او تا آخر بس 100 بار غلطی میکنه وزیرای ما امروز همین گپ است بنان هر وعده که ما یک حکومت قانونمند داشته باشیم اونوس که باز وزیر ما وزیر می باشه صدر اعظم هم صدر اعظم می باشه رئیس جمهور هم رئیس جمهور می باشه اونا هر جایی که سفر میکنن به زور مردم افغانستان میرن ولی امروز بدبختانه که این نیست تشکر آقای پگیر وقفه کوتاه به ادامه تحول باز هم خوش آمدید حسینی سیب آیا سیاست افغانستان در قبال همسایه ها تعریف شده است؟ آقای پیگیر اشاره داشتن که اگر یک روز پاکستان به محصولات افغانستان اجازه بده که داخل خاک پاکستان شود پاکستان دوست ماست اگر یک روز اجازه نده دشمن ماست همچون تعریفی داشتن آقای سجادی هم متفاوت تر گفتن که سیاست ما مؤلفه هایی که باید داشته باشه را ندارد بسم الله الرحمن الرحیم به حضور شما میهمانان گرامی شما و همچنین مشاهدین مستمعین شبکه اریانی نیوز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جواب سوال شما باید گفت که اول خو سیاست تعریف شده در جامعه ما وجود ندارد بلکه سیاست خارجی مجهوله البته بعد ما در این مورد اشاره داشته باشیم که ما در امور اسلامی و شریعت اسلامی دو نوع سیاست داریم یک سیاست شرعی داریم یک سیاست غیر شرعی سیاست شرعی ما که است در مقابل همسایه ما در مقابل کشورهای اسلامی بسیار واضح روشن هیچ شک و شبهی وجود نداره بسیار تعریف شده است درست پس سیاست اگر تعریف شده باشه در برابر کشورهای همسایه مثلا ایران یک کشور اسلامی است پاکستان یک کشور اسلامی است تاجیکستان ازبکستان چه نوع سیاست تعریف شده در برابر کشورها ما بیان میکنیم و واضح میسازیم همون سیاست شرعی سیاست شرعی
از اولین بار که ما طور مثل در قرآن که همه ما امت اسلامی به او ایمان داریم که الله جل جلاله در متن قرآن می فرماید انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها برادر یک دیگر است، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی می فرماید که المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه، مسلمان برادر مسلمان هست و ظلمم تسلیم نمی کنه، خود هم ظلم نمی کنه. درست. پس حالا من می پرسمی که اخیراً شما شاهد برخورد مقام های پاکستانی با مهاجرین افغان را بوده، درست؟ اخیراً ایران هم برخورد های داشت در برابر مهاجرین افغان، پس ایرا چی نو شما برادر می خواهد؟ ما اونا خیانت های از اونا نه تنها جدید بلکه سالهای سال بوده، خیانت های از اونا که با واضح بود و روشن بوده، شکی نیست. پس با توجه به جنایت هایی که سالهاست جریان داره در برابر شهروندان افغان، چگونه، باز هم میپرسم که چگونه شما سیاست شرعی را در برابر زیاب اعلان میکنید؟ ما همونطور سیاست شرعی در مقابل از اونا اصطلاح عمل میکنیم که طوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل قریش عمل کرد، تواضع داشت در مقابلش، اگرچه اونا توهین میکرد، تحقیر میکرد، آزار میداد، بازم امت اسلامی رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل از اونا واکنش نشان نمیداد. پس این سیاست اسلامی شرعی همینه. ما طور مثال اشاره به این مورد دیگر عقلانیت که طور مثال اگر همین سیاست عقلانی نمی بود، آقای سار پوزش میخوایم حرف شما رو مقد میم روی مؤلفه هایی که آقای سجادی به پرداختن میم، ما میخوایم باز بپرسم که پاکستان، ایران، کشورهای دیگری که با افغان ها برخورد میکنن، نورا شکنجه میکنن، لطکوب میکنن، با اونها سیاست شرعی را به پیش بگیره و این سیاست تعریف شده و مشخص است؟ سیاست ما، سیاست گفتم که از طرف ما که ما ادعای اسلام میکنیم، وقتی که اسلام یعنی اسلام شده، تسلیم شدن کاملی به دستورات الله و رسول، اینطور نیست که یک جمله که اگر به نفع ما بود عمل بکنه، اگر به نفع ما نبود عمل نکنه. طور مثال ما یک حدیث دیگه داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایه من احفر مسلما فعليه لعنه الله والملائکه والناس اجمعین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه کسی که به یک برادر مسلمان خیانت میکنه، لعنت الله و رسول و تمام مردم و ملائکه بر او باد. که ای که حال که پاکستان یا ایران و حق ملت ما خیانت میکنه، او لعنت کرده، اونا لعنت کرده ای الله و رسول طبق شریعته. پس ما رفتار نیکو احسن امرایش و روابط خوب میکنیم، ولی اونا که وقتی واکنشی تشدد نشون میده، ظلم و جنایت میکنه سر ملت ما، اونا مجرم هستن. حالا اگر بحث مؤلفه که سه مؤلفه که آقای سجادی به او پرداخت و اونا گفتن که سیاست افغانستان فاقد از سه مؤلفه است، علم است، عقلانیت سیاسی، منافع ملی، نه بلکه این سه مورد ما رد میکنیم، ناقصیت های وجود داره، نیکی کامل. طور مثال اگر عقلانیت نمی بود، کابل وقتی که سقوط کرد اینجا باید جوای خون روان می شد اگر به جنگ می بود. او عقلانیت بود که بدون خون ریزی کابل فتح شد. این خیلی بحث داخلی است آقای حسینی، بحث همسایه هاست، بحث همسایه، بحث خارجی. طور مثال میگم وقتی که به جلسه که به اصطلاح متوافق نامه که در قطر اصطلاح به توافق رسید و امضا شد، به نهموز بنود از او بیان شد در مورد همسایه، در مورد همسایه که به خاک همسایه تجاوز نمیشه، در مقابل همسایه روابط خوبی داریم و روابط حسنه همیشه برقرار داریم و او همیشه دوام پیدا میکنه. البته یک بعض مشکلات که به مرزا وجود میاره، به بعضی برخوردهای اسلام مسلحانه یا غیر مسلحانه انجام میشه، این طبیعیه، در کل کشورها، اکثر کشورها برخوردها میشه، یه شکی نیست. تشکر آقای حسینی، برمیگردم به شما. سجادی صاحب، امارات اسلامی یک سیاست شرعی را با کشورهای همسایه داره و این تعریف شده است. آقای حسینی هم گفتن که انما المؤمنین اخوه، مسلمان برادر مسلمان است، چی اگر از ایران باشن، چی اگر پاکستان باشه و چی کشورهای دیگر همسایه، و این سیاست مشخص است، این را اسلام گفته و کسانی که در افغانستان هستن به این تابع هستن. ببینید، من از همین آیه و حدیثی که جناب آقای حسینی خواندن شروع میکنن، وقتی که اونها میگوین که مؤمنون با هم برادرن یا مؤمنین
نه به همدیگر ظلم میکنن و نه ظلم میپذیرن، اساسا چرا همین قاعده را در داخل پیاده نمیکنن؟ شما اگر قبول دارین که همه ما مسلمانیم، همه ما برادر هستیم، چرا نمیاییم به صورت مسالمت آمیز بر سر میز مذاکره نمی نشینیم و در مورد مشکلات و معضلات جامعه مذاکره نمی کنیم و برای اونها یک راه حل معقول و منطقی در واقع جستجو نمی کنیم؟ اینکه یک گروه بیاید به صورت انحصاری قدرت را در اختیار بگیرد، واقعیت های جامعه را در نظر نگیرد، گرسنگی مردم را در نظر نگیرد، رنج و آوارگی مردم را در نظر نگیرد، متخصصین را از کشور بیرون بکند و فعالین سیاسی و مدنی اجازه نفس کشیدن نداشته باشد، زنان حق کار نداشته باشند، زنان حق تحصیل نداشته باشند، آیا این برادری هست؟ این به معنای فرمودن است؟ فرموده شما درست، ولی ما بحث زنان را کنار میگذاریم. فعلا باید روی سیاست خارجی افغانستان در قبال کشورهای همسایه صحبت بکنیم. ما وارد که شما اشاره کردین، حداقل واضح بسازین وقتی که شما بحث مذاکره را پیشکش میکنین با کی و چرا، و هم میگین که متخصصین را از افغانستان اخراج میکنن، کیها رفتن از افغانستان، کیها اخراج شدن از افغانستان، بیایم واضح صحبت بکنیم. واضح اگر صحبت بکنیم، الان تعداد متخصصینی که به کشورهای غربی و کشورهای همسایه پناه برده آمار نشان میدهد در ایران تعداد مهاجرین تقریبا از زمان حکومت طالبان دو برابر شده، در پاکستان دو برابر شده. همین افزایش مهاجران در کشورهای همسایه و در کشورهای بیرونی ناشی از حضور طالبان است و ناشی از شرایط و وضعیتی است که طالبان در کشور به وجود آورده. اگر آزادی های مردم به رسمیت شناخته شود، اگر حقوق اساسی مردم به رسمیت شناخته شود، اگر مسئله تهدید و ارعاب وجود نداشته باشد، مسلما بسیاری از مردم افغانستان این همه تحقیر را و این همه توهین را در عالم مهاجرت نمیپذیرد. مسئله بعدی مسئله سیاست خارجی هست. ببینید ما مذاکره را مشخص بسازیم جناب سجادی، مذاکره با کی؟ چون کسانی که مخالف هستن، اجازه بدین من سوال خود را مطرح بکنم، کسانی که مخالف است، مخالف امارت اسلامی است و بارها هم گفته که ما حاضر هستیم مذاکره بکنیم، هدفشان فیصدی است، بیایند در قدرت شریک باشند، پس میتونیم بگیم که اینا قابل اعتماد هستن؟ نه، ببینید ما نباید یک کلوخوی آب بمانیم و از آب رد شیم. حکومت فیصدی و حکومت سهامی در افغانستان جواب نمیدهد. ما باید برای افغانستان یک راه حل کاملا منطقی و معقول و پایدار در نظر میگیریم. ما نیازمند جراحی هستیم. بر فرض که اصلا مخالفین هم وجود نداشته باشد، طالبان باید زمینه مشارکت مردم را در قدرت فراهم بکند و به مردم اجازه بدهد که در زمینه قدرت و در زمینه سیاست و در زمینه حکمرانی نظر خودشان را و اراده خودشان را و مطالبات خودشان را و خواست خودشان را بیان بکند. همین که طالبان تنها زنان را در نظر بگیرد، همین که طالبان نمیگذارند که دختران درس بخوانند، این را از کجا آورده؟ صرفاً تشخیص خود اونهاست، صرفاً باور خود اونهاست، صرفاً ایدئولوژی خاص خود اونهاست. بنابراین همان گونه در جنبندی در همین پنل باید عرض بکنم که همان گونه که سیاست حکومت طالبان در زمینه داخل، در سیاست داخلی دچار آشفتگی هست، در سیاست خارجی هم دچار آشفتگی هست و هیچ گونه راهبردی در اون دیده نمی‌شود و منافع ملی اساساً تعریف نشده. تشکر آقای سجادی، سپاسگزار. وقفه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. پیگیرسیب، اگر افغانستان در طول 40 سال استراتژی نداشته، سیاست خارجی تعریف شده نداشته در برابر همسایه ها، پس افغانستان
دوستی همسایه ها باقی خواهد ماند یا با توجه به عدم این سیاست هایی که شما از اون نام بردین که حتی یک حکومت ضعیف هم گفتین که انتخابات نشده، قانون وجود نداره، تمامی وزارت ها با سرپرست های داره میشه، با توجه به وضعیت که حکومت فعلی افغانستان داره، افغانستان دوست همسایه ها باقی میمانه یا دشمن همسایه ها؟ ببینین خب پیشترم که شاره کردم ما پالیسی خود مشخص بکنین در مورد همسایه ها. بله. بازو همسایه ها تصمیم میگیره که ما برش دوست هستیم یا دشمن. آقای حسینی یک مورد را اشاره کرد، سیاست شرعی و این مشخص شده است. پس برخورد همسایه ها را شما چگونه تعریف می‌کنید؟ خب درست است که همه ما مسلمان هستیم، ولی باور کنید که یک همسایه با ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک برادر تا بال رفتار نکده و نمیکنه. هیره مشخص است نه؟ به خاطر که هر کس دنبال منافع است، حتی بسیاری کشورها دیگه اسلام فراموش کردن، بسیاری کشور اونا دنبال منافع کشور خود است. بله. این بر ماست که چگونه یک سیاست واضح قوی در مقابل همسایه ها ما انتخاب میکنیم و همسایه ها تصمیم میگیرن که ما برشان دوست هستیم و یا دشمن. پس سر سیاست شرعی خط بکشید با همسایه ها؟ ببینید ما اگه بگویم که در مورد همسایه سر سیاست شرعی ما هرچی بگویم که مثال ما میگیم که تاجیکستان برادر، پاکستان برادر، ایران برادر، یعنی تو چین برادر، هر کس برادر، او آلو که برادر ما را نگوه، یعنی دلوال و گفتن خود دانشجیر نمیشه، آلو ما را برادر بخونه که بگویم ما برادرتان هستیم. پس در اینجا باور داشته باشین که ما همه مسلمان هستیم، ولی در اینجا ما کل گیری در 40-50 سال برادر گفتیم، ولی این برادرها کلشان شمشیر در دست، یکی از پشت زد، یکی از پیش روی زد، یکی گردن زد، یکی دست زد. پس شما میگین که سیاست شرعی کارساز نیست، چگونه یک سیاست داشته باشیم؟ و در نهایت ما میخواییم بدانیم که مشخصا شما میخواین که دوست و دشمن افغانستان مشخص شود و به اوج همسایه هایی که خوب است و همسایه هایی که بد است. ببین خب دوست و دشمن مشخص است، باور کنین هیری از این طفلای افغانستان، ولی ای که ما جرأتش نداریم که بگویم کی دوست است کی دشمن، اینی نمیست که ما میگیم یک استراتژی مشخص ما نداریم، یک پالیسی مشخص نداریم. اگر این معلوم است دوست هم دشمن هم، کی باعث بربادی افغانستان شده و میخواه شود و کی دوست افغانستان است، کی میخواه ما را کمک بکنه، کی است آقای؟ ببینید معلوم است دیگه. اگر ما وزیر خارجه شوم، اگر ما وزیر خارجه شوم، بله، اونمو شو اعلان میکنم استراتژی خودم، پالیسی خودم در مورد پاکستان، در مورد ایران، در مورد ازبکستان، تاجیکستان، چین، هند و کشورهای منطقه و جهان. همسایه های خوب و بد مشخص میکنه. بسیار زیاد واضح است. همسایه هایی که ما را 43 سال 50 سال است که خنجر از عقب زده را ایستن، ما اوره بگویم که والا ما برادر ماستی، خود دیگه غلط. ولی آقای پایگر شما پیشتر گفتین که تنها کار کلانی که باید در افغانستان شود یک حکومت قانونمند باید شکل بگیره. ما گفتم اگر وزیر شوم نه سرپرست، ما خود نام سرپرست رو نگرفتیم نه؟ باز تکرار میکنم خب حکومت سرپرست هینمت سرپرست باشن 10 سال لگام کس بر رسمیت نمیشناسیشان، بختور سرپرست هستی بدر میگه، خودت میگی ما سرپرست هستم، حکومت نیستم، آمدیم یک سرپرستی میکنم، دیگه چرا ما تو رو برسمیت بشناسم؟ بانک حکومت بیایی که ما برسمیت بشناسیمش. شما بین خود همین روابط خارجی جهان یک بار بسنجید که چگونه حکومت ها میره و میره. درست است برای یک ماه، دو ماه، سه ماه مثلا نمیال در پاکستان حکومت سرپرست است. بله. هی برای دو ماه سه ماه زمینه انتخابات هم یه سر می سازد، حتی خودم حق نداره که انتخاب بکنن، میره با مان خدا. از ما یکان دفت که سرپرست میشه تا ابد و سرپرست است که یه خود جهان قبول نداره، مردم افغانستان نگه قبول نداره. باز چرا والا ما دمی ایران ماندیم دی؟ ما چرا می ترسیم از قانون، از مردم؟ کی ترسیده؟ امارت اسلامی افغانستان چرا مراجعه نمیکنه به قانون، یا قانون اساسی رو پاس نمیکنه؟
مراجعه کنم به مردم افغانستان که مردم باور کنین. خب ما خود زیاد حکومت ها رو دیدیم نه؟ بیمی چپی و راستی و بیمی کی بود که در اینجا نامده؟ کی بود؟ مغزم تفکر دوم، مغزم تفکر اول کلگی جامعه. آقای پیگر، من در امارات از آقای حسینی میپرسم که چرا امارات اسلامی از مردم میترسه، ولی باورها بری است و بارها ما صحبت‌های مقام‌های امارات اسلامی هم شنیدیم. اونا بیشتر تاکیدش بر است که حکومت فعلی افغانستان حکومت مردمی است، از بین مردم است، برای مردم است و هیچ نیازی به انتخابات نیست و یک امیر وجود دارد. حالا امیر جهان نمی قبول نداره نه؟ حالا باز چرا مرا کوشش میکنی که من مثالایی که سابق داده شما در میدان هوایی میره میگه من سخی جاده استم. آقای پیگر، شما میگین که جهان قبول نمیکنه، پس باید تمامی مواردی که در افغانستان ضروری است که به خواست جهان ما بسازیم. نه ببینین، خب ببینین، حالا شما چی فکر میکنیم این خواست تنها جهان است؟ ما در مورد خواست جهان صحبت نداریم، در مورد خواست مردم افغانستان صحبت داریم. اینجا حالا شما ما چرا نمیخوایم نی؟ سرپرست ریاست الوزراء، سرپرست وزارت خارجه، سرپرست وزارت داخله، 2 سال شد، سرپرست 3 ماه، 6 ماه، نهایت 18 ماه. دلیلش را در چی میبینیم؟ دلیل ما خود اگه وضوع امارت نیست که دلیل شو شما به عنوان تحلیلگر، به عنوان کسی که دلیل شمیز از طرف مردم میاین صحبت میکنه. خب دلیل شمیز که ما نمیخوایم به مردم مراجعه بکنیم، از مردم میترسیم. درست. پس میگین که امارت اسلامی از مردم میترسه. اگر از مردم نمیترسن، دی طول 2 سال دعوت میکردن حداقل یک لوی جرگره، یک لوی جرگره دعوت بکنن، قانون اساسی رو پاس بکنن، مطابق قانون اساسی حکومت جور کنن، ظرف 24 ساعت کل دنیا به رسمیت بشناسه. تشکر آقای پیگر، سپاسگزار. حسینی سید، چرا ترس وجود داره از مردم؟ چرا به قانون مراجعه نمیشه؟ چرا به مردم مراجعه نمیشه؟ آقای پیگر میگن که نمیخواین و این سرپرستی ادامه داره. در مورد قانون باید گفت که قانونی که فلحال عمل میشه تنها اسم همو قانون اساسی سابق جمهوریت اسم ازاله شده، اصلی و سرجا خونه هیچ تغییراتی نمیده، کل نظام ما فلحال طبق همو اصول و مقررات عمل میکنه. همو قانون وجود داره، طبق کدام اصول؟ همو اصول جمهوریت که بوده، کل ادارات طبق همو اصول جمهوریت فلحال عمل میشه، فقط اسم قانونی اساسی وجود نداره. اما ای که یک مورد دیگه، متخصصین ما چرا از جامعه خارج میشه؟ علت چند علت مختلف داره. علتی اساسی که وجود داره طور مثال تعصبات جاگزینی کدرا شده، اهل تعصب جاگزینی کدرا شده متعصب. طور مثال یک حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایه که اگر به پادشاه امیری الله جل جلاله خیر بخواه، برای از او وزیر یا مشاوری صادق قرار میده. چرا؟ به اگر همو پادشاه خطایی بکنه او رو یادآوری میکنه، همو وزیر یا مشاور بازو یادآوری میکنه که اینجا خطاست. اگر کار نیکوی کرده همو امیر یا پادشاه، همو وزیر یا مشاور او رو یاری میکنه، او رو تایید میکنه. ولی متاسفانه که ما امروز ارشادی موضوعات هستیم که مشاورینی خطاکار وجود داره که جاگزین کدرا شده و اصلی او چیزی که ملت بر یک جا می سازه اصطلاح که سبب بشه کشور ما درست بشه، اونا او اهلیت نداره. جاگزین کدرا قرار گرفته، مشوره درست داده نمیشه برای مسئولین ما. مسئولین ما رای خوبی داره، نظر خوبی داره که اگر مشوره درست برای اونا داده شه. و برای کیها مشوره داده نمیشه آقای حسینی؟ به وزیر صاحب ها مثال بگیم، مسئولین بزرگ چی مشوره درست داده نمیشه؟ یعنی کی باید مشوره بده؟ ایت اشخاصی کی باید مشوره بده؟ مثال بگیم که هم مشاورینی که به جای کدرا قرار گرفته، اینا مشاورینی که حتی اشخاصی هست که به انواع مختلف میخواین که صادقین مخلصین اهل تخصص را از نظام دور بکنه. ایر ما عملا به چشم سر مشاهده کردیم، دیدم در خود ما در نظام هستیم. در کجا؟ اگر یک مثال بگویید. در یک مثال بگویم. در یک اداره به این نام یک چنین اتفاق افتاده. ما مثال میگم، به همین وزارت معارف افغانستان ما شما. ما یک نفر از طرف مجاهدین ولایت غور، یک نفر به تمام وزارت معارف، یک نفر از ولایت غور اینجا وجود داره.
وقتی اینجا پیشنهاد شده ما به پیش وزیر صاحب باید که یک جای قرار بگیریم که به بست پنجم قرار گرفتیم. مرحله اول یک نفر از یک ولایت، یعنی ای تو بگیریم که کفیل یک ولایت. خب باز هم بحث تخصص به وجود نامد، بحث حضور قوم یا من فیصدی بمیارم. ما میم سر نمی تخصص عزیز، سر نمی موضوع تخصص که نمی اشخاصی که حالا که پیشنهاد شده این تخصص داره یا غیر متخصص هم ای علی علم هست یا نیست، ای علی عقل هست یا نیست. وقتی شخص علی عقل بود، علی فهم بود، علی درک بود، باید به همون جایی که با مستحق به همون جا قرار بگیره که متاسفانه قرار نمیگیره. اما اشخاصی که ما در کمیته امتحانات بودیم که اشخاصی که میایه که ما وقتی از امتحان میگیریم که حتی امور دینی خور بلد نیست، میبینی که رئیس و مشاور و بالاخره این و آن قرار میگیره در کدام تعیین میشه در کدام اکثر ادارات، خصوصا چون امارات اسلامی بارها شعارش ای است که حق به حقدار میرسه، از افرادی که تخصص دارن از اونها حمایت صورت میگیره و شما میگین که نه چنین نیست. یک شعاره یک عمله. طور مثال ما فلحال اضافه بست در همین وزارت معارف که یک نفر از ولایت کور بودم و هم اضافه بست قرار گرفتم. چرا؟ این مسئولین هم جواب داده نتونست. ما اشخاصی دیدیم که خیانت کرده، اشخاصی صادقین از نظام به انواع مختلف دور کرده، دور میکنه، برای مسئولین هم تذکر دادیم که این اشخاص نظام نمیخواد جا باشه، این نظام مقتدر باشه، این نظام باشه که ملت بپذیره. تشکر. این افراد وجود داره. تشکر آقای حسینی، سپاسگزار. وقفه. با ادامه بحث بازم خوش اومدید. سجاد صاحب اجازه بدید بحث را جمع‌بندی بکنیم. راه حل چی است؟ حداقل باید یک سیاست منظم مدون باشه که تا مردم افغانستان همسایه های خوب و همسایه های بد را بشناسه و افغانستان یک خط مشخص داشته باشه که با همسایه ها رفت آمد بکنه. چی باید بکنه؟ از کجا باید شروع بکنه؟ ببینین اساساً افغانستان به دشمن نیاز نداره. ما اساساً نمیتوانیم همسایه ها را به همسایه خوب و همسایه بد تقسیم بکنیم. ما بنابراین برای این که بیاییم یک سیاست اصولی کارآمد خارجی در قبال همسایگان داشته باشیم، باید منافع ملی خود را تعریف بکنیم، باید نقاط مورد توافق و فرصتها را در برابر همسایگان بشناسیم، نقاط اختلافی را بشناسیم و چالشها را شناسایی بکنیم. بنابراین هنر سیاست خارجی در برابر همسایه ها این است که فرصتها را تبدیل به نقاط قوت بکنند، نقاط اختلافی را تبدیل به فرصت بکنند و چالشها را تبدیل به نقاط اختلافی بکنند. بنابراین و همینطور زمینه ها و منابع چالش را باید شناسایی بکنند و این امکان ندارد. یعنی ما وقتی می توانیم از یک سیاست اصولی کارآمد خارجی در قبال همسایگان و در عرصه بین الملل سخن بگوییم که اساسا دولت وجود داشته باشد، حکومتی وجود داشته باشد، قانون اساسی وجود داشته باشد، مردم در محور باشد و سیاست در خدمت مردم باشد. آقای سجادی، در جمهوریت سیاست خارجی هم داشتیم، قانون اساسی هم داشتیم، انتخابات هم برگزار میشد، رئیس جمهور هم داشتیم، وزیر هم داشتیم، ولی با آن هم مشکل ما با همسایه ها حل نشده بود. کاملا درست است. ما در دوره جمهوریت همه اینها را داشتیم اما به صورت ناقص. در دوره جمهوریت هم اونگونه که باید منافع ملی تعریف نشده بود. اگر آقای غنی یا آقای کرزی به معنای واقعی منافع ملی را در نظر می گرفت، باید از تمرکزگرایی پرهیز می کردن. ما می دانیم که حتی مدیریت ها با توسط امضای رئیس جمهور مقرر می شد، باید از خیش سالاری پرهیز می شد، باید با فساد لجام گسیخته پرهیز می شد. یعنی جمهوریت را
اگر از هم پاشان و از هم فرو ریزان این فساد بود، فقدان حاکمیت قانون بود، نه قدرت طالبان. در نتیجه ایالات متحده و قدرت و قدرت‌های غربی به این نتیجه رسیدن که این حکومتی با این عرض و طول فساد را کسی نمیتوانند اداره بکنند، برای کسی نمیتوانند به کام این پول برسه. در نهایت با یک برنامه‌ریزی حکومت را به طالبان واگذار کرد. در اون حکومت همه اون موارد را که شما گفتین وجود داشت، اما ناقص بود. انتخابات ما ناقص بود، همراه با تقلب بود، همراه با تقلب بود، همراه با جعل بود. اما تفاوت اون حکومت با این حکومت این است که در اونجا قانون وجود داشت، اما حاکمیت قانون وجود نداشت. در این حکومت اصلا قانون وجود ندارد، اصلا حکومتی وجود ندارد. در اون حکومت مردم به صورت بسیار بسیار محدود و بسیار کم از حکومت پشتیبانی میکردن. در این حکومت کسی در واقع از حکومت پشتیبانی نمی کند. این حکومت پشتیبانی ملی ندارد. در اون حکومت آزادی بیان به معنای واقعی وجود داشت. یعنی ما در منطقه در این زمینه پیشتاز بودیم و حتی متخصصین و کادرهای ما و دانش آموختگان ما از کشورهای دور و نزدیک برمیگشتن، اما در این حکومت همه دارن فرار میکنن. بنابراین تفاوت‌های فراوان بین این حکومت و اون حکومت وجود داره. پس برای این که ما بتوانیم بر این بحران غلبه بکنیم، در قدم نخست طالب باید قنداق را، باید شلاق را، باید امر و نهی را از دوش مردم برداره و خودشان را قیم مردم ندانند، وکیل مردم بدانند. مردم محور است. مسئله بعدی آشتی ملی است، مسئله بعدی تدوین قانون اساسی است، مسئله بعدی تشکیل دولت ملی در سایه انتخابات است. این تنها راه است که ما می توانیم بر بحران غلبه بکنیم. تشکر آقای سجادی. پیگیر سیب، شما که در بین مردم هستین، هر از گاه میبینین با مقام های امارات اسلامی تبادل نظر میکنین، حرفای شما دارین، اونا حرفای شما رو میشنون، چه نوع سیاست نیاز است که شما برشان بگوین که در قبال همسایه ها ساخته شون؟ باور کنین، خب من نفهم که خوب است یا خراب، ولی چیزی که میگم امو ساعت میگه پیگیر صاحب ریختی آوائی کل گپایت قویست. این گپایتان رو تایید میکنه و بعد فراموش. یعنی دو تا مجلس نشتیم که ما تنها امرای رهبر طالبان رو نشتیم، دیگه امرای کلگ شتیم و کلگی میگه بسیار عالا، بسیار خوب. و ما هیکاش کموجا ما رو بگوین که بدر اینمی خراب گپ است که ما دلیل بگوییم، ولی همشون تایید میکنن. دیدیم موارد رو که ما در رسانه ها میگم باور به خدا کنین تندتر پیش ریشان برشان گفتیم. چند روز پیش با جناب سرپرست وزارت داخله ملاقات داشتیم و این می جمله سرپرست نه، ما از پیش پرسان کردم، گفتم آقای سراجدین تو چی وقت سرپرست هستی؟ این می سوالت پیش تو چی وقت؟ ما خسته شدیم. پاسخشان چی بود؟ خب افسوس که پاسخ شده که حالا برای شما گفته نمیتونیم، ولی خب باید مردم میخواه بدانه همی که تو واقعا چی میگذره، چی بر سر سرنوشت مردم افغانستان آمده. همی که اونا گفتم تایید میکنن، گفتن که بله نباید سرپرستی باشه، نباید حکومت به این شکل روان باشه، اونا تایید کردن. چرا ما این گپا رو میزنیم؟ خب ما مردم نیستیم که حالا کدام جای خوش داشته باشیم و یا نفس ما کشتیم. کاله همین نظام چپن نشه، ولی یک دیوار جور کردن ولی رو کس چپن نکنه. ما دست چپه چپه رو دیدیم از صفر شروع میکنیم، وا میگریزه کسایی که فراریست میگریزه، اینجا ما میمانیم، ما باز بیل کلنگ دست ما تادو میکنیم برای دیگر نظام. حالا ما میترسیم که یه نظام چپه نشه، باور به خدا کنیم. نه، میخواییم که در نظام اصلاحات به نظام قوی باشه، به خاطر که حکومت علایده است، نظام علایده است. حکومت این مردم ها میره و میاد، شاید شش ماه دیگه، یک سال دیگه و می خفه نشه، ملا و ملا بازی باشه. بالاخره افراد اشخاص مسلکی در حکومت جای به جای میشن. ولی هدف ماست که نظام باید قوی و قوی تر شود تا ما باز شاید از این نباشیم که
اگر امی افراد اشخاص فرارم کنند نظام باید جبه جبه باشد. آقای سجادی یک مورد را اشاره کرد که افغانستان به دشمن نیاز نداره، پس چی نوع سیاست داشته باشیم که حداقل منافع افغانستان ما میخواهیم که افغانستان دشمن نباید داشته باشه، ولی پاکستان میخواه که ما برابر دوستش باشیم. ما نمیتاریم، هیچ کشور جهان نیست که بدون دشمن باشه، همه کشورهای جهان هم دوست داره هم دشمن داره. افغانستان هم از جمله همون کشور هست. باز افغانستان در نقطه بدبختانه قرار داره که حالا طوری آمده، مثل موضوع خط دیورن است، موضوع معدن است، موضوع آب هاست، که اگر امیر رایگان بتیم همسایه را اون دوست هستن، اگر نه که یک پابندی رو برشان مانیم دشمن هستن. پس ما در او حالت قرار داریم که کوشش داریم، ما در طول 40-50 سال کوشش داشتیم با تمام همسایه ها روابط نیک، ولی همسایه ها نخواستن. همسایه های بد که داریم، اونا منافع خود در این جنگ دیدن. اونا ما یکی دیگر کشتیم، اونا آب مف گرفتن. ما یکی دیگر کشتیم، اونا سنگ مرمر مف گرفتن. ما یکی دیگر کشتیم، دریای کنار طرف پاکستان که جنگلات ما روان بود. این همیست. تشکر آقای پیگیر. حسینی صاحب، دیدگاه شما چی است؟ چی چیز را پیشنهاد میکنین؟ با عنوان راه حل، همان سیاست شرعی یا نه؟ موارد تازه باید باز شود، پرونده تازه باید باز شود، سیاست ها از سر تعریف شود و حداقل دوست و دشمن مشخص شود. باورمند به چی هستیم؟ باورمند به این هستیم که ما اول خو به همون سیاست شرعی باید مقدم باشه، چرا که موفقیت به وجود میاره. یعنی چگونه موفقیت به وجود میاره؟ زمانی که مهاجرین زده میشه، کشته میشه و آقای پیگیر میگه که ما دشمن نمیخوایم ولی همسایه ها دشمن میخواهد، پس چگونه باید باورمند به این باشیم که سیاست شرعی موفقیت داره؟ خب این شکی نیست، از همسایه دشمن بوده و دشمنی خود آشکار کرده، به سالهای سال بوده، از جدید نیست. پس ما ببینیم، یک مثال میریم. همین چند روز شما مشاهده در شبکه های اجتماعی میشنیم، شاهد هستیم که در غزه بسیار یک جنگ بیرحمانه در جریان داره. اما اصلی مطلب رو بعد اینجا اشاره کنیم که به مدت 333 سال 700 نفر از نیروی از مردم اسرائیل کشته نشد، ولی به همی یک هفته دو هفته 700 نفرش کشته شد، چند صد نفرش اسیر شد. به جنگی 1967 عربا، این که کل جیوش عرب آمد اونجا، 6000 کشته دادم، 26000 اسیر دادم، بازم اونا شکست خورد در مقابل اسرائیل. ولی به همین مدتی امی دو هفته فلسطینی‌ها توانست که 700 نفر اسرائیل را بکشه. به چی طریق؟ به تاکتیک. پس باید ما سیاستی در مقابل همسایه خود، سیاستی تاکتیکی داشته باشیم. تشکر. در مستقیم مقابله کرده نمیتونیم با اونا که مستقیم ما در جنگ باشیم. تشکر. آقای سلیم پیگیر، آقای مولوی سید حامد حسینی و آقای سید جواد سجادی، ممنون. و ممنون که بیننده برنامه تحول بوده. تحول در همه جا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.